خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیان آرام. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند اندیشه های کیان، حدیث ندای رهای نوید که مهسا شده اسم رمز امید، خدایی که رقصان و پرشور بود، خدایی که نامش خدا نور بود. دولت تان فرزنده نوروز تان فرخنده سال نو مبارک. سال 2582 شاهنشاهی یا سال 1402 هجری شروع شد. آرزو میکنم سال نو سال استقرار زن، زندگی، آزادی باشه. سال جدید مبارک. دمتون گرم که دوشنبه سنگ تموم گذاشتید. به نظرم بزرگترین جشن ایرانی ها بود تو قبرس شمالی. نزدیک به 2000 نفر دور هم جمع شدیم و با آرامش و شادی سال نو رو جشن گرفتیم. ممنون از عزیزانی که اومدن و عذرخواهیم از دوستانی که به دلیل پر شدن سالن نتونستیم در خدمتشون باشیم. در کنار شما بودن باعث شد که به ما خیلی خوش بگذره. اما همونطور که تو مراسم هم گفتیم، قرار این برنامه ها ادامه پیدا کنه. شنبه قراره بریم گیرنه. توضیح بدم که برنامه های نوروزی رو توی طبیعت برگزار میکنیم، جمع میشیم همراه گروه موزیکمون و عزیزانی که تمایل دارن میتونن ملحق بشن به ما، نوشیدنی و نهارشون رو بیارن و چند ساعتی رو با هم خوش باشیم. یه شنبه هم دوباره سمت اسکله پیکنیک برگزار میکنیم. لطفاً رادیو قبرس رو دنبال کنید تا تاریخ و ساعت مراسم رو در جریانش قرار بگیرید. درسته هنوز اول سال، اما کار زیاد داریم. راه انقدر طولانیه که انگار هر کدوم از قدمها یک معجزه لازم داره، نه تنها اینجا که برای ایران عزیزمون. انتخاب‌های سخت در سایه عقل تو گردباد مهملات، ستیز با شر، با امکانات ناکافی و نابرابر، وقت همه اینها حالاست. جواب پوچگراها رو باید با سماجت روی زندگی داد. باید انقدر سمج بود تو شاد بودن که فکر کنن فکر میکنیم تا ابد زنده ایم. همونطور که طبیعت هر بهار ثابت میکنه که ولکن حیات نیست، نوروز برای این یک جشنه که همه میگن دیدی ول نکرد. قرار نیست مرگ سالاران محو بشن. قرار خط رو محکم نگه داریم تا پشت دیوار بمونن. به قول محمود دولت آبادی، زیباترین روحیه سنتی ما عشق به بهار و نوروزه و مردم علی رغم این همه مصیبت و مصیبت زدگی چه استعدادی برای زندگی و شادمانی دارن. توی این سال نو آرزو میکنم همیشه دلتون شاد باشه و لبتون خندون.